سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. مقام های حکومت افغانستان می گویند که در ولایت های شمال و شمال شرق افغانستان حراس افغانان خارجی به شمول افراد ازبکستانی و تاجیکستانی با طالبان همکاری می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در کویت است و با مقامات ارشد این کشور به شمول امیر کویت ملاقات و گفتگو می کند. و صدها تن در هند در اثر سرازیر شدن سیلاب ها جان باخته و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک مناطقشان شدند. سلام و وقت شما بخیر بینندگان عزیز، به برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 ماه جولای سال 2021 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. من قدیر مشرف هستم. با آنکه طالبان فعالیت خارجی ها از جمله شهروندان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، چچنیا، قزاق و پاکستان را در کنارشان رد می کنند، اما مقام های حکومتی در شمال و شمال شرق افغانستان می گویند که طالبان در تبانی با جنگجویان خارجی فعالیت هایشان را تسریع می بخشند. به تازگی مقام های افغان در شمال گفتند که پس از تصرف دوباره ولسوالی کلدار ولایت بلخ از نزد طالبان، پیکرهای شهروندان خارجی را نیز به دست آوردند. میرویس بژن گزارش می دهد. سه روز پیش ولسوالی کلدار ولایت بلخ در جوار دریای آمو و مرز تجارتی ایرتان، نقطه وصل افغانستان با آسیای میانه، از اداره طالبان بیرون شد. مقام های حکومتی می گویند که خارجی ها در تصرف این ولسوالی طالبان را همکاری می کردند. در بین از یا نیروهای خارجی عملا بوده، چچنی و قزاقی و مردم های بیرونی هم در بین طالبان بوده، جسداشان در میدان نبرد باقی مانده. بر بنیاد یک گزارش رادیو آزادی، جنگجویان تاجیکستانی در ولسوالی های نوسای، مایمه، شیگای، کوفاب و خواهان ولایت بدخشان به رهبری شریفوف، مشهور به مهدی ارسلان، شهروند تاجیکستان حضور دارند. در حالی که نگرانی ها از حضور خارجی ها در کنار طالبان از دیر زمان پا برجاست، مقام ها در شمال و شمال شرق بدین عقیدند که هراس افغانان خارجی با خانواده هایشان در چندین بخش این زون کشور حضور دارند و از برای تقویت نیروهایشان بر نقاط پردرآمد مثل بنادر تجارتی تمرکز دارند. چون قبلا اینا در سر پل بودند و در بعضی مناطق کوهستانی ولایت بلخ که ولسوالی زاره، مردم به ما میگفتند که اینا در اونجا با فامیلای خود جا به جا هستند و مطمئنا وقتی که یک خط باز میشه و اینا به سرحدات دسترسی پیدا میکنند، هدف اساسی و اصلی از اینا چون کشورهای مطبوعشان است که به منافع از اونا ضرر برسانند، مطمئنا که اینا به اون مناطق انتقال میکنند و خودشان در اون مناطق سرحدی خود جا به جا میسازند. بندر تجارتی شیرخان بندر زمانی که تحت تصرف طالبان قرار گرفت، در بندر گروه های مختلف تروریستی فعالیت دارن، فعلا زیر اثر گروه های تروریستی قرار دارن. تلاش هم از جانب رهبری حکومت محلی و مرکزی جریان داره که در قسمت عملیات ها رو اندازش ها تا بتونن بندر تجارتی رو دوباره تحت تصرف در بیاریم. در این باره نظر نمایندگی های سیاسی ازبکستان و تاجیکستان را به دست آورده نتوانستیم، اما آگاهان به این عقیدند که طالبان برای منافع حمایت کنندگانشان درگیر جنگ در افغانستانند. وقتی بحث از پدیده طالب و تفکر طالبان یاد میشه، طالب روسی هست، طالب چینی هست، طالب پاکستانی هست، طالب ایرانی هست، طالب عرب هست، طالب افغانستانی هست. اینا توسط علاقات مشخص کشورهای مشخص حمایت میشه و بخاطر زدن و سرکوب کردن همدیگر خود اینا کوشش میکنن که طالب های تیم مشخص خود حمایت کنن. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در پیام حضور خارجی ها در کنار افراد آنان را رد می کند و آن را پروپاگاند می خواند. همچنان وی تاکید می کند که آنان با تاجیکستان رابطه خوب دارند. میرویس بژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود اوضاع افغانستان را مبهم خوانده و ابراز نگرانی کرده است که نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در ماه اگست
آماده مقاومت معنادار در برابر طالبان نخواهند بود. جان سوبکو، مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در این گزارش نگاشته است که روند کلی به وضوح برای دولت افغانستان نامطلوب است و اگر به آن پرداخته نشود و معکوس نشود، به گفته آقای سوبکو میتواند با بحران بقا روبرو شود. وحید عمر، مشاور ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به این گزارش سیگار در یک پیام تویتر نگاشته است که افغانستان با بحران بقا روبرو نیست، بلکه مردم و حکومت افغانستان با یک آزمون مواجهند که آیا قادر خواهند بود تا حمله هماهنگ شده توریستان بین‌المللی را بر مردم، ارزش‌ها و باورهای این کشور دفع کنند یا خیر. آقای عمر افزوده است که مردم و حکومت افغانستان می توانند از این آزمون بیرون شوند. سیگار هشدار می دهد که هیچ نشانه از کاهش خشونت‌ها توسط طالبان وجود ندارد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است که آمریکا در مورد انتقال و جابجایی همکاران افغان قوای آمریکایی در بیرون از افغانستان مشغول مذاکره با کویت و دیگر کشورها است، اما در مورد اینکه آیا توافق در این زمینه صورت گرفته است یا خیر جزئیات ارائه نکرده است. آقای بلینکن روز پنجشنبه هفتم اسد در جریان سفرش به کویت در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای کویتیش گفت که ایالات متحده متعهد به کمک به کسانی است که در 20 سال گذشته در جریان حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان ایالات متحده را کمک کردند. او افزود که کشورش در این زمینه و به ویژه در برنامه ریزی انتقال آن افغانهای با گفته ای شجاع و خانواده های آنان فعالانه مشغول کار است. مقام های حکومت ایالات متحده می گویند که حدود 20,000 افغان برای ویزه ویژه مهاجرت به آمریکا درخواست دادند که نصف این درخواست ها در مراحل مقدماتی بررسی و طی مراحل قرار دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که جاری شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید در نورستان تلفات جانی و خسارات سنگین مالی بر جا گذاشته است. این وزارت افزود که با سرازیر شدن سیلاب‌ها در طول شب گذشته در ولسوالی کامدش نورستان حدود 100 نفر جان باخته و زخمی شده است. رئیس شورای ولایتی نورستان به صدای آمریکا گفت که تا کنون 40 جسد پیدا شده و شمار زیادی اجساد هنوز باقی مانده است. مقام های محل گفتند که عملیات برای نجات بازماندگان و به دست آوردن اجساد قربانیان در ساحات سیلاب زده جریان دارد. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامع. چند خبر هم از سر نقاط جهان. قرار است جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز پنجشنبه اعلام کند که تمام کارمندان ملکی فدرال باید واکسین ضد کرونا را بگیرند. در غیر آن، با آزمایش منظم کرونا، حفظ فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک و محدودیت‌های سفر مواجه خواهند شد. یک منبع آگاه از این مسائل در قصر سفید با بیان این مطلب بر رویترز گفته است که شیوع نو دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده که ساری‌تر از انواع دیگر این ویروس پنداشته می شود سبب شده تا حکومت ایالات متحده این اقدام را روی دست گیرد. بر اساس آمار اداره مدیریت و بودجه حکومت فدرال آمریکا در سال 2020 شمار کارمندان حکومت فدرال آمریکا به شمول قوای نظامی این کشور به 4.2 میلیون نفر می رسد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصاد جهانی گفته است که اقتصاد جهانی در حال رشد است، اما فاصله های روزافزون بین اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشتر می شود. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را به توجه می رساند. گیتا گوپینات، مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، میگوید رشد جهانی برای سال 2021 6% پیش بینی شده است که بدون تغییر در پیش بینی قبلی ماه اپریل است، اما ترکیب آن تغییر کرده است. گوپینات میافزاید صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی را برای اقتصادهای پیشرفته جهانی بالا برده است که تقریبا تفاوت‌ها در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را جبران می‌کند. گوپینات میگوید صندوق بین‌المللی جهانی همچنان پیشبینی رشد جهانی را به 4.9% برای سال 2022 میلادی ارتقا داده است که عمدتاً ناشی از پیشبینی حمایت‌های مالی بیشتر در ایالات متحده است. این بازنگری‌ها منعکس کننده تفاوت در تحولات همه‌گیری ویروس کرونا در حالی است که نوع جدید ویروس کرونا به نام دلتا ظهور کرده است.
One of the major fault lines remains the pandemic. یکی از مشکلات عمده همچنان همگیری ویروس کرونا است. انواع جدیدتر از ویروس را مشاهده میکنیم، مثل دلتا که بسیار ساری تر است. در جهانی که دسترسی به واکسین بسیار نامشخص است، این امر ضربه بزرگ به بهبود اقتصادی خواهد زد. یکی دیگر از خطرات عمده و مشکل اصلی مربوط به شرایط مالی است. به عنوان مثال، اگر تورم پایدارتر از آن چی باشد که انتظار داشته باشیم، این امر می تواند منجر به تجدید سریع سیاست های پولی شود و این امر می تواند دوباره شرایط بازار مالی را مختل کند. بنابراین اینها برخی از خطرات عمده است که ما نگران آنها هستیم. بهبودی اقتصادی تا زمانی که همگیری ویروس کرونا در دنیا از بین نرود تضمین شده نیست. اقدامات سیاسی هماهنگ و منسجم در سطوح چند جانبه و ملی می تواند بین آینده‌ای که همه اقتصادها بهبودی پایدار را تجربه کنند یا آینده‌ای که فاصله ها تشدید می یابد، فقرا فقیرتر می شوند و ناآرامی های اجتماعی و تنش های ژئوپلیتیکی تفاوت ایجاد می کند. اول و مهمتر از همه، جهان باید واکسین شود. این امر به اقدامات چند جانبه نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که دوزهای کافی واکسین در دسترس کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. کشورها باید سیاستهای خود را به صورت متناسب با مرحله بحران تنظیم کنند. آنها مجبور خواهند شد این کار را با تدارک سیاستهای مالی خود، چارچوبهای باور نکردنی مالی میان مدت انجام دهند. در مورد سیاستهای پولی، بانک‌های مرکزی باید چگونگی مسیر تورم موقت را به بررسی بگیرند. با این حال خانم گوپینات میگوید مهم است که آنها آماده بمانند و قویاً ارتباط برقرار کنند که اگر معلوم شود تورم حتی بیشتر از این افزایش می‌یابد و بسیار پایدارتر از حد انتظار است، چه کاری باید انجام دهند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. دهان ما خارج میشه، ویروس کرونا را بر سایرین انتقال میده. با رعایت نکات صحی از ابتلای سایرین به ویروس کرونا جلوگیری کنیم. و دیگر نزدیک نشین، فاصله 2 متر را مراعات کنید و کسایی که سرفه میکنن از را دور باشید. اگر افرادی که سرفه میکنن و یا هم عدسه میزنن شما با اونا نزدیک میشن، احتمال داره که اونا ویروس به فضا پراکنده کرده باشن و شما او رو تنفس بکنن و مریض شد. قبل از پوشیدن ماسک روی دهن و بینی فراموش نکنید دستان خود را با آب و صابون بشویید یا اینکه با مواد ضد عفونی پاک نمایید. بین ماسک و صورتتان فاصله نباشد و خالیگاه نداشته باشد. دستتان برای ماسک نزنید و اگر دستتان به ماسک خورد با آب و صابون دستتان را بشویید. بینندگان عزیز، باران‌های شدید موسمی در غرب هند، سیلاب‌های مدهش با تلفات سنگین جانی و مالی را باعث شده است. کارشناسان به طور روزافزون باران‌های موسمی نامنظم یا بی‌وقت را به تغییر اقلیم ربط داده و هشدار می‌دهند که این پدیده زندگی و معیشت میلیون‌ها تن را تهدید می‌کند. همکارم فرخنده پیمانی که همی‌اکنون در برنامه با ماست، جزئیات گزارش انجانا پرسیچا، خبرنگار صدای آمریکا، را با ما در میان می‌گذاره. فرخنده جان سلام، می‌دارم هوا در بیرون هم گرم است. تازه‌ترین جزئیات از وقوع سیلاب‌ها در هند نزد شما چه قرار است؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، تازه‌ترین گزارش از هند نشان می‌دهد که سیلاب‌های شدید در هند باعث از بین رفتن بیش از 200 نفر و بیجا شدن بیش از 200 هزار نفر در منطقه مهاراشترا هند شده است و همچنان اینا مجبور شدن که به مناطق دیگه نقل مکان بکنن. این در حال است که اقلیم شناسان و یا کارشناسان اقلیم ایرا مربوط به گرم شدن کره زمین میگن که این باعث میشه که سطح ابحار گرم شود و
که منبع بادهای موسمی می باشه و در نتیجه باعث بارانهای شدید و سیلابها در این مناطق شده است. و این در حال است که رئیس جمهور بایدن هم در مورد تغییر اقلیم در سطح جهان هشدارهای را داده. البته جزئیات بیشتر با تازه ترین جزئیاتی که از هند داریم ما در بسته خبری جای دادیم که با هم یک جا میریم و میبینیم. بعد از آن که بارانهای شدید موسمی باعث لغزش زمین گردید و قریه ها را زیر گل مدفون کرد، قصبه ها را در ایالت مهاراشترا در غرب هند زیر آب ساخت. اکنون منطقه با عواقب آن که خانه ها را با ویران مبدل کرده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است، دست و پنجه نرم می کنند. عمل نجات در صدد نجات افراد گیرمانده در زیر آوار و سیلاب ها می باشند و اما جریان نجات نتوانست جان صدها تن را که گیر مانده بودند نجات دهد. باران به شدت می بارید. بعدن لغزش زمین به وقوع پیوست که در آن بسیاری از کسانی را که در حال فرار بودند نابود ساخت. بسیاری از تخریبات در مناطق رخ داد که در سواحل غربی قرار دارد، منطقه ای که دو سال قبل نیز شاهد این حوادث بود. گرم شدن بحیره عرب با اقیانوس هند مقدار زیاد حرارت و آب را به اندازه زیاد یا کم به اتمسفر رها می کند که در نتیجه آن تغییرات زیادی را در نحوه بادهای موسمی وارد می کند. زراعت که نیمی از هند را تغذیه می کنند تا اندازه زیادی مربوط به فصل بارانهای موسمی می باشد. اما بارش بی وقت آن سبب گردید که نه تنها خانه هایشان بلکه معیشت آنها در مزرعه را نیز از بین ببرد. چندرا باشن متخصص محیط زیست می گوید وقوع بارانهای شدید سبب گردید است که هند در برابر تغییرات اقلیم درمانده شود. برخی از سیلاب ها که در 10 سال گذشته در کشور سرازیر شد به اندازه 1 میلیارد دلار به هند نقصان وارد کرده است. جوامعی که از اثر این حالت به مشکلات پی هم دچار شدند باید در برابر این حوادث طبیعی کمک شوند. سیلاب های اخیر 2 ماه بعد از آن جاری شد که طوفان بحری ساحل غرب کشور را صدمه زد. آنچه به مردم در مرحله اول انجام می دهیم این است که مردم گیرمانده را نجات بدهیم. در این صورت همه به فکر جان مردمان نه داراییشان. ما ضرورت داریم تا در برابر آسیب پذیری مقاومت کرده به انکشاف زیربناهای قوی با سطح بلند را حمایت کنیم. تا وقتی که این کار به وقوع پیوندد میلیون ها تن مواجه با این گونه تخریبات خواهند بود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. خب بینندگان عزیز، اکنون هم می‌رویم به سراغ مهمان برنامه من، آقای صلاح الدین سعیدی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در لندن. آقای سعیدی خوش آمدین. طوری که در خبرها هم گفته شد، دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود اوضاع افغانستان را مبهم خوانده و ابراز نگرانی کرده که نیروهای امنیتی افغان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در ماه اگست آماده مقاومت منادار در برابر طالبان نخواهند بود. تحلیل شما از این گزارش سیگار چی است؟ آقای سعیدی، شما صدای ما را دارن؟ خب فکر میکنم که متاسفانه ما صدای آقای سعیدی را نداریم. اگر وقت برنامه کفاف داد انشاءالله تا آخر برنامه با اونا یک بار دیگر خواهد رفتیم. ولی پیش از او، کودتای نظامی میانمار رسانه های کشور تحت فشار قرار داده و در حال حاضر دست کم 32 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. در این گزارش تازه منتشر شده توسط یک گروه آزادی مطبوعات به جزئیات بیشتر پرداخته شده است. یک بحران انسانی برای رسانه ها. سازمان آزادی مطبوعات این گونه سرکوبی خبرنگاران توسط اردوی میانمار را توضیح می دهد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران مستقر در نیویورک می گوید در حال حاضر دست کم 32 نفر بازداشت شدند. این آمار در مقایسه با احصایه جهانی این گروه در ماه دسامبر از روزنامه‌نگاران زندانی که میانمار تنها یک مورد آن است جهش عظیمی داشته است.
این وضعیت بدتر از چین است. این وضعیت بدتر از ترکیه است. این وضعیت از ایران بدتر است. این یک بحران جهانی آزادی مطبوعات است. صراحتاً میگویم تا اکنون در تمام سالهای کاریم در حوزه آزادی مطبوعات در جنوب شرق آسیا با چنین وضعی مواجه نشدم. رسانه‌های میانمار در گذشته نیز تحت حکومت غیرنظامی آن سان سوچی با بازداشت‌های روبرو شدند، اما از زمان و قدرت رسیدن اردو در ماه فوریه و بازداشت‌های رهبران طرفداران دموکراسی، اوضاع رسانه‌ها با گذشته قابل قیاس نیست. جواز رسانه‌ها لغو شده است و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. اغلب این افراد به اتهام تحریک یا اخبار دروغ توقیف شدند. بسیاری از آنها برای اجتناب از بازداشت شدن به کشورهای همسایه فرار کردند. از کودتای نظامی اول ماه فوریه ما شاهد وخامت فوق‌العاده‌ای در شرایط آزادی مطبوعات در آنجا بودیم و فقط با نگاهی به بازداشت روزنامه‌نگاران به تنهایی کاملا واضح به نظر می‌رسد که رژیم نظامی قصد دارد مطبوعات آزاد را به طور کلی از بین ببرد. در میان بازداشت شدگان دنی فنستر، روزنامه‌نگار آمریکایی، نیز قرار دارد که بیش از 65 روز در بازداشت بسر می‌برد و از مراقبت‌های طبی به دلیل شیوع کرونا محروم است. فنستر یکی از 4 روزنامه‌نگار خارجی است که دستگیر شده است و به گفته کریسپین این بازداشت پیام وحشتناکی را ارسال می‌کند. این یک پیام بسیار قوی به همه رسانه‌های خارجی است که اگر نمایندگان خود را به کشور ما بفرستید ممکن است با رفتار مشابهی روبرو شوند. میانمار برخی از روزنامه‌نگاران و معترضان را آزاد کرد، اما برای کسانی که هنوز هم در بازداشت بسر می‌برند شرایط وخیم است و گزارش‌هایی از شکنجه و ازدحام بیش از حد وجود دارد. ناتانگ مانگ، روزنامه‌نگار آمریکایی، می‌گوید قبل از آزادی و اخراج وی مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفته است. در همین حال لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه در سنگاپور خواستار آزادی بازداشت شدگان شده و گفت که امتناع ارتش میانمار از احترام به حق آزادی کاملا غیر قابل قبول است. شورای نظامی میانمار مستقیما به پرسش‌های صدای آمریکا در مورد رفتار با بازداشت شدگان پاسخ نداده است، اما سخنگوی این شورا گفت که بازجویی از مظنونان مطابق با قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. مایونگ میگوید آیندگی دموکراسی در خطر است. مردم هر روز در آنجا میمیرند. مبارزه برای حفظ دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد. بنابراین من میخواهم به جامعه بین‌المللی بگویم همین حالا طرف درست را بگیرید. طرف بشریت باشید. ما برای بشریت میجنگیم. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید حکومت میانمار باید همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کند و به سانسور و محدودسازی رسانه‌ها پایان دهد. این گروه حقوق بشری از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که تحریم‌ها را بازنگری کرده و از کسانی که از سرکوب حکومت نظامی فرار کردند حمایت کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. ترکیه تدابیر امنیتی را در ولایت شرقی وان به دلیل نگرانی‌ها از سرازیر شدن موج جدید مهاجرین به آن کشور از افغانستان نافذ ساخته است که از مسیر ایران وارد ترکیه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش می بینیم. از ابتدای ماه می سال جاری میلادی حرکت پناهجویان به ترکیه آغاز شد. این افراد قصد دارند ابتدا از مرزهای ایران به ترکیه عبور کرده سپس به اروپا بروند. مرز بین وان ترکیه و ایران 295 کیلومتر است و با وجود اقدامات امنیتی شدید بسیاری از پناهجویان قادر به عبور از مرز شده و تا مرکز شهر می رسند. این خانواده افغان می گوید به دلیل جنگ، وضعیت ناپایدار و نارامی بار سفر بسته است. روزا تو هفته تشنه گشنه یه اصلا پیاده پاها تابر. سکینه میگوید طالبان به روستای آنها حمله کرده، خانه هایشان را آتش زدند و تمام مزارع و محصولاتشان را سوزاندند. در حمله طالبان شوهر و برادر سکینه کشته شدند. رضا، عضو دیگر این خانواده، در مورد رنج های این سفر میگوید خیز میکردیم توی بیابان. سگ آمد دنبال که بچه ها نزدیک بود بگیره. بعد آمدیم اینجا توی مسجد 2 ساعت خوابیدیم، دوباره راه افتادیم. این خانواده میگوید از اینکه بازداشت شده و دوباره به افغانستان فرستاده شوند بیم دارند، زیرا کشته خواهند شد.
به دنبال این مصاحبه، خانواده سکینه توسط پلیس ترکیه بازداشت و به اداره امنیتی در شهر وستان ولایت وان منتقل شدند. خبرنگار صدای آمریکا میگوید که به آنها اجازه تصویربرداری از توقیف این مهاجرین داده نشد. با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، مهاجرت افغانها به خارج به خاطر تهدیدات امنیتی زیاد شده است. از افغانستان به این طرف آمدیم به ترکیه. اول ما ایران آمدیم، از ایران به ترکیه آمدیم. از خاطر کار آمدیم. تو افغانستان نه کار است، نه بار است. تو همش در دولت واسطه است، پول داشته باشی کار برات میده، پول نداشته باشی کار نمیده. واسطه داشته باشی مقامای بلند دولت بشناسی و با وطن، با هر کسی که واسطه داشته باشه وظیفه میده. چی که بیخیر سوی تحصیلیش پایینم باشه. ما خودم هم درس خواندیم، لیسانس هستم، درس خواندیم، تمام ادارات دو سه جای امتحانم دادیم. ترکیه تدابیر امنیتی را در ولایت شرقی وان آن کشور در خلال نگرانی ها از جاری شدن سیل جدید مهاجرین افغان به آن کشور از مسیر ایران روی دست گرفته است. امین بلمیز، والی وان، سه شنبه به خبرنگاران گفت که دیوارهای کانکریتی بلند در سرحد حدود 300 کیلومتری ترکیه با ایران در حال نصب شدن می باشد. او گفت یک بخش 64 کیلومتری این دیوار سرحدی تا ختم سال جاری به حیث بخش از تلاش‌ها به منظور توقف دادن عبور و مرور غیر قانونی سرحدی تکمیل می‌گردد. سنر حتمدا انگلدیمیز مهاجرت غیر قانونی در اطراف کشور ما یقیناً در منطقه ما اجازه نیست. ما در برابر آنها اقدام قانونی اتخاذ خواهیم کرد و به تازگی نیروهای سرحدی مان و منصوبین پلیس خانه‌هایی را که قاچاقبران انسان در آن مهاجرین غیر قانونی را پنهان می‌کنند شناسایی می‌کنند. اکثر آن خانه‌ها ویران می‌شوند. وزرای خارجه ترکیه، افغانستان و ایران ماه گذشته درباره همکاری روی امنیت، انرژی و مهاجرت صحبت کردند. اما منابع دیپلماتیک ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند که مکانیزم مشخص بین انقره و تهران برای رسیدگی به مهاجرت از افغانستان وجود ندارد. ترکیه با میزبانی بیشتر از 4 میلیون پناهجوی که عمدتاً سوری هستند، به بزرگترین کشور میزبان پناهجویان در جهان تبدیل شده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. و دانش آموزان در مالاوی صنف‌های درسی را شروع می‌کنند که در چارچوب اولین مکتب سه‌بعدی در جهان اعلام می‌شود و توسط گروه سرمایه‌گذاری مشترک تریس فورتن ساخته شده است. جزئیات در این گزارش می‌بینیم. ادیف و مولانا در سال 2014 مکتب را ترک کرد تا از مجازاتی که اغلب به دلیل دیر رسیدن دریافت می‌کرد فرار کند. او به دلیل کمبود صنف‌های درسی در مالاوی مجبور بود 7 کیلومتر تا مکتب پیاده روی کند تا در فضای باز زیر درخت درس بخواند. اما به لطف آنچه اولین مکتب سه‌بعدی در جهان خوانده می شود، مولانا دوباره به تعلیم و درس بازگشته است. من اکنون خوشحالم. حالا می خواهم معلم شوم زیرا مکتب اکنون نزدیک است. من دیر به مکتب نخواهم رسید و درس ها روان پیش می رود. این پروژه با هدف ساخت سریع و ارزان قیمت مکاتب در کشورهای آفریقایی مانند ملاوی ساخته شده است که بر اساس صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان اکنون با کمبود 36 هزار صنف درسی مواجه است. برآورد ما این است که با ساخت روش‌های مرسوم ساخت این تعداد صنف‌های درسی بیش از 70 سال طول می‌کشد و ما فکر می‌کنیم که پرینت سه‌بعدی می‌تواند راهی برای سرعت بخشیدن به روند ساخت و کاهش زمان لازم برای ساخت این مکاتب به 10 سال یا حتی کمتر باشد. این فناوری به آنها این امکان را داده تا این مکتب را در ظرف 18 ساعت بسازند. ساختن همین مکتب با دست حدود 3 هفته طول می‌کشید. اما در حالی که چاپ سه‌بعدی می‌تواند ساخت و ساز را در سراسر جهان متحول کند، هزینه بالای آن یک چالش به حساب می‌آید. در حالی که هزینه مکتب در کل حدود 50% از ساخت است، هزینه دستگاه ایجاد این مکاتب حدود 500 هزار دلار آمریکایی است. اکنون چیز دیگری که می خواهیم در این مرحله مورد توجه قرار دهیم این است که اگر این پیشرفت قابل ملاحظه باشد، چه کسی صاحب دستگاه چاپ سه‌بعدی خواهد شد؟ آیا این پیمانکار محلی خواهد بود یا دولت قصد دارد آن را خریداری کند و سپس ساخت همه این صنف‌ها را در سراسر محل شروع کند؟
در همین حال تریس فورتین قصد دارد تا با ایجاد مکاتب و خانه‌های بیشتر در مالاوی و همچنین کنیا و زیمبابوه قدرت این تکنولوژی را به نمایش بگذارد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. و در اینجا میرسیم به پایان برنامه امشب دریمان. تا لحظات همکارم سید سلیمان آشنا برنامه پشتو را آغاز میکنه. آشنا سب نزد شما تازه تر خبرها از چی قرار است؟ سلام مشرف سب تاس تولیدون کتا منگ در افغانستان پاره خبرونه لرو خود تر طول مهمه و مرکه در پیتر برگن سلرو اغا در امریکا و تل سیاسی چیدون که در اغا دست گمان کهی چه طالبان هیچ در سول اراده نه.